اگه میخواین سیستم های فلزیاب یا یابنده رو مقایسه کنید با هم، فرکانسی ها رو با مگنوم دیون یا بیا تسلا، اول بیاید مقایسه کنید ببینید کدومشون میتونه طلا رو الان بگیره. با طلا براتون تست میکنن، تو عمق نشون میدن طلا رو میگیره. این یعنی مقایسه. اگه هر سیستمی تونست طلا رو تو عمق بگیره، قابلیت مقایسه براش هست. ولی اونی که نمیتونه طلا رو بگیره، میگن طلای قدیمی میگیره، طلای جدید رو نمیگیره، یعنی این که این قابلیت کار کردن نره و اصلا نمیتونید مقایسهش بکنید. حالا اینجا بحث مقایسه، بغیر از اینکه سیستم‌های فرکانسی میتونن طلا رو بگیرن، هم میتونن حذف ذرات کنن، هم میتونن ذرات رو تشخیص بدن در نوع آنتنش یا در نوع تصویریش. هر مدلی که هست، فرکانسی یا عدد ویدیوهای ترشولد سطح حجاری، این کارو میتونه انجام بده. حالا تشخیص ذرات یا خطاها، اینجا شما میتونید از عدد متضاد استفاده کنید. به طور مثال عدد متضاد ویدیوهای 55 ترشولد 45، شما یه منطقه رو ویدیوهای 55 ترشولد 45 رو میدید، با آنتنی میگیرید یا با تصویری واکنش دارید، میتونید بیاید عدد متضادش رو از عدد ویدیوهای 25 ترشولد 45 استفاده کنید. یک عدد متضاد علمیه. اگر ویدیوهای 25 ترشولد 45 همون محدوده رو گرفت یا همون تصویر رو داشت، همون واکنش رو داشت که ویدیوهای 55 ترشولد 45 که هدفتونه، مد نظرتونه، مشخص کرد، یکسان بود، مشترک بود، اینجا بیانگر این که هدف اصلی در اونجا نیست. این توانایی فقط در سیستم‌های فرکانسیه که عدد ویدیوی و ترشولد سطح حجاری داره که اپراتور بتونه جداسازی کنه، تشخیص بده و خطاها رو به دست بیاره. حالا این سیستم‌هایی که طلا رو در عمق میگیره، بعضیا میان درش رو وا میکنن، میگن ببینید قطعاتی توش نیست، قطعاتش کمه. به قطعاتش نیست، تکنولوژیشه، کاربردشه، کاراییشه. حالا ببینیم اونایی که ادعا میکنن میتونن دستگاهی رو ارائه کنن که الان طلا رو در عمق بگیره، حتی با اون قطعات کم، اصلا با قطعات خیلی زیاد بذارید. این تکنولوژی فناوریه، وقتی میتونه با کمترین قطعات بهترین تکنیکو بده، طلا رو در عمق بگیره، برترین کارایی رو داره. ارائه کنید شما ببینید میتونید، نمیتونید، تکنولوژیش هم ندارید، چون ندارید میاد این کارا رو میکنید. ما داریم، توانش هم داریم، جا و مکانمون هم مشخصه. تشریف بیارید در خدمتتونیم.